تخت نبرد بین صاحبان روشنی و مهمانان تاریکی، در حالی که شبهای ایران مثل روزهایش روشن است و معترضان در خیابانها خیلی شفاف به جمهوری اسلامی نمیگویند. طرز خبرهای زد و نقیض از تاریکخانی نظام نشان از سردرگمی حاکمیت در انبوه جمعیت معترضینی دارد که حالا نه فقط در ایران بلکه در خیابانهای جهان هم علیه حکومت برخاستند. شخصیت اول نظام بیش از 10 روز است که سکوت کرده. او که در موارد مشابه در سالهای 88 یا آبان 98 دستور سرکوب میداد و سرکوبگران را میستود، فعلا روزه سکوت گرفته. خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش در 30 شهریور ماه هم آنقدر دور از مسائل روز سخن گفت که برخی تصور کردند این سخنرانی او از پیش ضبط شده است. خبرها درباره بیماری و وخامت حال رهبر نظام در 2 ماه اخیر شدت گرفته. لغو پی در پی سخنرانی‌های او گمانه‌زنی‌ها درباره وخامت حال خامنه‌ای را تقویت کرد. یک مقام رسمی به خبرگزاری رویترز گفته رقابت بر سر جانشینی و لابی‌های گسترده در این مورد باعث شکاف در رهبری شده. این تردیدها به نظر شکاف در نیروهای امنیتی را هم در پی داشته و آنها توان حفظ یکپارچگی و اتخاذ تاکتیک امنیتی واحد را از دست دادند برای مقابله با خیزشی که نمادهایش را نمیتوان کشت. گلوله‌ها شاید ترانه سرا را متوقف کند، شاید بتواند دختری که آزادی را به رقص درآورده از پای در بیاورد، اما هیچ گلوله‌ای حریف خود موسیقی و خود رقص نیست. با این حال واکنش‌های نظام در 2 هفته گذشته نشان داده که چاقوی سرکوب کند شده و جوابگو نیست. پس از قطع اینترنت و بازداشت‌های گسترده، جمهوری اسلامی با بمباران اقلیم کردستان عراق تلاش کرد اعتراض‌های سراسری را قومیتی و جدایی طلبانه جلوه دهد. نه بازداشت‌ها معترضان را روانه خانه کرد و نه تاکتیک قدیمی تفرقه به بار نشست. همین امروز در خیابان لاله‌زار تهران معترضان علیه خامنه‌ای شعار دادند. روز گذشته سران سه قوه در جلسه شان خواستار سرکوب هوشمندانه اعتراض ها شدند و از مردم برای مقابله با آنچه توطئه دشمنان خواندند تشکر کردند. امروز مجلس هم با حضور وزرای اطلاعات و کشور، معاون عملیات سپاه پاسداران و فرمانده نیروی انتظامی جلسه غیرعلنی داشت با نتایجی تکراری. آنها معترضان را عوامل دشمن خواندند و اختشاش کرد. در جلسه علنی اما نمایندگان مجلس مورد تایید رهبر نظام یک راهپیمایی در فضای بسته برگزار کردند و از پلیس برای سرکوب معترضان تشکر کردند. همزمان ابراهیم رئیسی مدعی شد که اعتراض‌ها زمانی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی در حال پشت سر گذاشتن مشکلات اقتصادی و حضور قدرتمندانه در منطقه و جهان بود. ادعایی که علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران به نوعی دیگر تکرار کرد و مدعی شد جمهوری اسلامی در قدرتمندترین وضعیت خود به سر می‌برد. او کشته شدن مهسا امینی را هم به اسرائیل نسبت داد، دختری که در بازداشتگاه گشت ارشاد به قتل رسید. نماینده خامنه‌ای در خوزستان گفته نظام قطعاً از حجاب عقب نشینی نمی‌کند. پاسخ دانشجویان دانشگاه هنر با روسری‌هایی که به باد سپرده شدند. آزادی خواهی از خیابان‌ها به درون مدارس هم رفته. دانش آموزان نسل دهه 80 معترضانی که فارغ از جلسه 3 مقام ارشدی که خود متهم به فساد، سرکوب و قتل عام هستند، بی توجه به وضع سلامت خامنه‌ای و جنگ جانشینی، علیه کلیت جمهوری اسلامی به پا خواستند. با 3 سلاح موها، شعار و موسیقی. مجتبی پور محسن، لندن.